خب خیلی خوش اومدین. درس پرنتینگ رو که هفته پیش نشد ضبطش بکنیم و امشب قسمت دومش رو میخوام باهاتون شیر کنم، ولی چون ضبط نشد و خیلی ها تشریف نداشتین و چون کانسپت هایی که کاور کردیم کانسپت های بسیار بسیار پاورفولی بود، اینه که با اجازتون یک ریویو میکنم و بعد اگر فرصتی بشه ادامه میدیم. ولی کلاسی که داریم یاد میگیریم Parenting According to Kabbalah به احتمال قوی خیلی سورپرایزینگ خواهد بود برای هممون و احتمالاً به چند جلسه احتیاج داره. و یه خواهشی که ازتون دارم اینه که دیسپوینت نشین که بگین وای چه پرنس بدی بودم یا تا حالا چقدر اشتباه کردم. و چیزایی هم که یاد خواهیم گرفت چیزی نیست که یک شبه بتونیم خودمون رو عوض بکنیم. It needs time. اینه که درسایی که احتمالاً امشب هفته پیش یا امشب یا هفته آینده خواهیم گرفت یه چیزی هست که باید پرکتیسش کنیم برای خودمون. Parenting in a nutshell is about me. It's not about actually children. It's about me. حالا بیشتر یاد بگیرم. اصولا در کبالا یاد میگیریم که رابطه پدر و مادر با بچه ها در حقیقت رابطه ای هست که خدا داره با بنده خدا. یعنی ultimate level relationship پدر و مادر با بچه ها، رفتاری که پدر و مادر باید با بچه ها داشته باشن دقیقا همون رفتاری هست که نور خدا داره، خود خدا داره، انرژی خدا، هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم، با بنده هاش. ما در کتابای فارسی قدیم یادتونه میگفتن خداوند بخشنده مهربان. یعنی چی خداوند بخشنده مهربان؟ و اصولا خداوند چه خصوصیاتی داره؟ و اگر ما یاد بگیریم که همون خصوصیاتی که خدا با ما داره داشته باشیم، ما هم با بچه هامون وقت آلتیمت کارمون رو به عنوان یه پرنس انجام دادیم. خدا کامپشن داره. کامپشن گفتیم به فارسی از این چی؟ دلسوز. خدا دلسوزه. خدا مهربونه. خدا unconditional love داره برای بشر. خدا unconditional love داره. و شاید تمام جلسه امشب راجع به این unconditional love و درک unconditional love و اصلا love پرنس و بچه ها رو بتونیم امشب حلاجش کنیم و درکش بکنیم. یعنی چی تو این nutshell خدا unconditional love داره؟ خدا اینطور نیست که بگه تو رو دوست دارم اگر بشر خوبی باشی و اگر بشر خوبی نباشی من تو رو دوست ندارم. خدا منو دوست داره regardless. خدا منو دوست داره regardless که من چی بشم. البته آرزوشه که من برسم به پتانسیال اون چیزی که میتونم برسم. امید خدا بر اینه که من برسم بشم بهترین بندش. ولی هیچ وقت اختلاف نمیذاره برای من اگر به پتانسیالم برسم یا نرسم. دوباره به من این موقعیت رو میده. تمام کانسپت reincarnation به خاطر unconditional love خداست. یعنی نمیگه تو اومدی تو این یک بار زندگی کردی شدی قاتل، میگه you're not good, I'm not gonna create you anymore. دوباره برمیگردونه قاتله رو در یک جسم دیگری و دو مرتبه به شکل فرصت میده، بارها فرصت میده که یک انسان بتونه برسه به پتانسیال اون نوری که میخواد برسه، به جایی که میخواد برسه. unconditional love داره. مثل من نیست که بگم بابا اگر تو موفق شدی من برات ماشین میخرم، اگه موفق نشدی از ماشین خبری نیست. من دوستت دارم، اگر با اون کسی که من دلم میخواد ازدواج بکنی و اگر از با اونی که من میخوام ازدواج نکنی دیگه دوستت ندارم. اگه بچه خوبی بودی دوستت داشتم. دیدین این اخلاق خیلی بدی که ما یاد گرفتیم در فرهنگ ایران. اگه پسر خوبی بودی دوستت دارم. اگه مشقتو نوشتی دوستت دارم، وگرنه دیگه دوستت ندارم. یا امروز دوستت دارم چون نمره خوبی گرفتی،
باهات غر میکنم چون بچه خوبی نبودی درس نخوندی. No such a thing. Unconditional love. خدا unconditional love داره برای ما. خدا ما رو جاج نمیکنه. حالا این شاید یه مقدار سخت درکش که یعنی چی خدا ما رو جاج نمیکنه. مگر اگر من دزدی بکنم don't I pay the price؟ یا اگه دروغ بگم یا خیانت بکنم don't I pay the price؟ آره. چرا؟ چون سیستمی که خدا درست کرده سیستم عدالت، سیستم کازن افکته، عدالت درش هست، جاستیس درست کرده، یعنی یک سیستمی رو درست کرده توی کازموس، سیستمی درست کرده توی سوسایتی که کازن افکت داره. من اگر خوبی کنم خوبی دریافت میکنم. خدا نیست که خوبی رو من میده، من خودم هستم که خوبی کردم خوبی دریافت میکنم. من خودم هستم که اگه خدایی نکرده بدی کردم، لاشونها رو گفتم، دروغ گفتم، اذیت کردم، خدای نکرده خیانت کردم، جوابش رو سیستم به من میده. It's not God, it's the system that he created. He created a justice system. عدالت درش وجود داره، کارش عدالته. خدا رو نمیتونید برایب کنید، خدا رو نمیتونید بخرید. It's a just system. مثل بعضی از پدر و مادران نیست که بچه میتونه پدر رو سافت بکنه یا به قول معروف پدر مادرش رو خر کنه. یه خدای نکرده ما بتونیم همچی کاری رو در مقام خدا انجام بدیم. نه. مهربونه، جاج هم نمی کنه ما رو، قضاوت هم نمی کنه. یعنی حتی وقتی که ما در یاد می گیریم که در روش شنا یک دادگاه الهی هست، نه اینکه خدا نشسته اون بالا میگه که او تو امسال پسر خوبی بودی، بهت عمر میدم، تو دختر بدی بودی. نه. سیستم دادگستری که به وجود آورده کازن افکت داره، قضاوت درش هست و این قضاوت انجام میشه. خدا ما رو جاج نمیکنه، خدا ما رو پانیش نمیکنه. در دستگاه خدا پانیشمنت وجود نداره. پس باز اگه خودتون سوال بکنید پس چرا پانیشمنت در دنیا وجود داره، باز این سیستم عدالت هست که پانیشمنت درش وجود داره. ما یاد میگیریم که ما هستیم که باعث میشیم زلزله به وجود بیاد. این چیزی که اسمشو میذارن Natural disaster. There is no such a thing. بشر هست که باعث میشه اتفاقاتی که در نه تنها کره زمین بلکه در تمام کهکشان‌ها پیش بیاد تحت تأثیر کارهای ماست. زلزله رو ما به وجود میاریم، خدا نکرد. دیدیم کار قارون بود، کار کرخ بود که باعث شد زمین باز بشه و کرخ از بین بره. پس وقتی که من شب بلند میشم میخوام برم یه لیوان آب بخورم، پام گیر میکنه به میز، پام زخم میشه، پام درد میگیره، خدا باعث نشده که پای من درد میگیره، خود من هستم که باعث شدم پام بخوره، بی احتیاطی کردم، یا یک افکت، یک کازی بوده توی زندگی. وقتی که من خدای نکرده شکستی میخورم در یه ریلیشنشیپ، نه اینکه خدا بد خواسته برای من. چیزی به عنوان چانس در کبالا وجود نداره. من شانس دارم، من اقبال دارم. There is no such a thing. خدا همه چیز رو برای ما پروواید کرده و به ما حق اختیار داده. Free will. حق انتخاب داده. حق انتخاب داده. همه چیز رو واسمون مشخص کرده. تورایی به ما داده که کاملا همه چیز رو برای ما روشن میکنه. سیستمی رو استابلیش کرده که همه چیز رو استابلیش میکنه، ولی نمیاد ایمپلیمنت بکنه قانونش رو روی من. یعنی وقتی که بعضیا به خاطر مذهب میان ما رو میترسونن که اگر این کار رو نکردی این بلا سرت میاد، There is no such a thing. There is cause and effect. من یا میتونم خودم رو کانکت بکنم به انرژی های مثبت، یا میتونم از انرژی هایی که فرضاً وقتی که شبات میرسه I have a free choice to keep Shabbat or not to keep Shabbat. خدا نمیاد منو پانیش بکنه به خاطر که من شبات رو نگه نداشتم. There's no such a thing. من اگر شبات رو اونطوری که انرژیش رو استفاده کردم به نفعم هست، ازش بهره بردم. اگر استفاده نکردم ازش، از دست دادمش. It's an opportunity for me to استفاده بکنم از انرژی روز کیپور یا استفاده نکنم.
نه اینکه خدا میگه اگه روز کیپور تحریم نگرفتی سال آینده وای بر تو خواهد بود. روز سجده. نه، من اگر روز کیپور به انرژی کیپور دسترسی پیدا نکنم، اون آذوقه روحانی که باید داشته باشم ندارم. It's a word of cause and effect. There is no punishment in it. نه اینکه خدا میاد منو پانیش میکنه. نه اینکه خدا نشسته میگه آه تو امروز نرفتی کلیسا، ماشین تو پنچر میکنه. There is no such a thing. There is no such a thing. من یا این فرصت رو دارم که از برخایی توی زندگیم، انرژی های پازیتیوی که توی زندگیم هست استفاده کنم برای بهبود خودم، که کانشسنس بالاتری داشته باشم، نیروی بیشتری داشته باشم و بتونم زندگی بهتری داشته باشم. کازن افکت. من میدونم که اگر شبات بیام همه چی رو دیسکانکت بکنم، اگر از دنیای بیزینس هم خودم رو دیسکانکت بکنم، آرامش دارم، سالمتر خواهم، بهتر زندگی خواهم کرد. اگه بتونم توتالی خودم رو ایمرس بکنم توی دنیای روحانیت، سولم راحت تره. شنبه که تموم میشه، یک شنبه I'm a fresh soul with lots of good energy، میتونم هفته خوبی رو داشته باشم. نه اینکه حالا اگر شبات رو درک نکردم یا انرژیش رو درک نکردم، خدا میگم میگه آه تو بچه بدی بودی، شبات رو درک نکردی، I don't love you anymore. There's no such thing. خدا هیچ توقعی هم از ما نداره. خدا هیچ توقعی نداره. امید داره. امید داره. ولی توقع نداره. ببینید. It's very important. من امید دارم که بچه‌ام موفق شه. ولی نمیتونم بگم من از تو توقع دارم که تو موفق شی. اگه توقع. درست این مثل پرنس های پرفکشنیست میمونی که بچه ها همه بیچاره میشن. به خاطری که پدر مادره they are such perfectionist، انقدر توقع دارن که بچه از بین میره، به خاطری که nothing is ever good. نه اینکه خدا میگه تو باید میشدی ربی شمعون بر یوحای، نشدی، you're not good enough. No such thing. He doesn't have any expectation. He hopes for the best. ما به عنوان parents we hope for the best. We provide like for life force of God که provide میکنه، ولی حق اختیار بهم میده. خدا ما رو پوش میکنه که بهترین بشیم. خدا ما رو پوش میکنه که بهترین باشیم. پروواید میکنه همه چیز رو که من شما موفق بشیم. یعنی وقتی که من از خدا میگم خدایا به من سستننس بده، برخای زندگی بده، نمیاد خدا بگه اوکی I give you $1,000,000 in your account tomorrow morning. نه، میاد یک چالنجی رو به من میده، یک موقعیتی رو به من میده که من بتونم از توی اون موقعیت اون سستننسی که میخوام، اون پولی که میخوام، اون ثروتی که میخوام به دست بیارم. فری لانچ به من نمیده خدا. فری لانچ نمیده. نه اینکه من به خدا بگم خدا یا من یه دوچرخه میخوام فردا صبح خدا برای من یه دوچرخه بزنه. نه، خدا برای من یک موقعیت به وجود میاره که من بتونم اون دوچرخه رو ارنش کنم. خدا همه چیز رو به وجود میاره ولی من باید ارنش کنم، باید به دستش بیارم، ولی موقعیت رو برای من کرییت میکنه. برگردیم یکی یکی این شیشتا یا هفتا کاتگوری رو که خدمتون گفتم و یه خورده بیشتر راجبش تجزیه تحلیلش کنیم. گفتیم که خدا کامپشنه. من و شما چطور میتونیم برای بچه هامون کامپشن داشته باشیم؟ به عنوان یه پیرنس یعنی چی کامپشن داشته باشم برای بچه هم؟ در درجه اول درکش کنم، درک کنم بچه هم. یعنی وقتی که بچه من میاد میگه که I had a hard day today، درکش کنم که he had a hard day today. نه اینکه میگه بابا این که چیزی نبود که من جای تو بودم، تو ایران که بودیم. پسر من یه عده بازی در یه شوخی با من میکنه، هر وقت که میگم میگه آره بابا تو شیراز تو زمستون 6 مایل سربالا میرفتی مدرسه، 6 مایل هم دو مرتبه سربالا میومدی خونه. یعنی میشه که بعد واقعا یه طرف سر پایین باشه.
ما اینجوری بودیم تو حالا تو در ناز و نعمتی no such a thing. It doesn't work. Compassion داشتن یعنی بچه ها رو درک کردن. یعنی وقتی که بچه من میاد پیش من یک چالنجی داشته، یک مسئله ای داشته، یک رنجی میبره، شاید به چشم شما ساده و احمقانه و بی ارزش باشه، ولی برای این بچه مهمه. So I have to listen to it. نه اینکه دینای کنم احساسشو، نمیتونم احساسشو دینای کنم. نه اینکه بگم این که چیزی نیست بابا جون، نه بگذر برو، این چیه دنیا و از این خیلی از این شعارها بدم پریچ کنم. I cannot do that. As a parent I have to be compassionate. گوش کنم، حتی سرم هم تکون بدم به عنوان اینکه I hear you. احتیاج نیست overwhelmم بشم بگم آخه بمیرم برات. آره مثلا اگه اومد گفت که somebody is bullying me at school، بیان بگم آره این دنیا پر از بولیسته، آخ فلان این مدرسه فلانه. نه، باید درکش بکنم، ریاکتیو هم نباشم، اموشنالی حسش بکنم، یه سری تکون بدم که بدون درکش کردم، حسش کردم. وقتی که آروم بشه بدونه که یه کسی هست که حرفشو گوش میکنه، یه کسی هست که حرفشو گوش میکنه. چقدر ما به بچه هامون گوش میکنیم؟ چقدر بهشون فرصت میدیم که با ما حرف بزنن؟ میدونید ما چجوری هستیم؟ بیشتر وقتا خود من وقتی که بچه رو از مدرسه پیکاپ میکردم، وقتی که بچه تر بودم، بابا امروز تو مدرسه چه خبر بود؟ حالا حوصله نداشتی، گرسنه‌ش میخواد بره خونه. Nothing. How was your teacher? It's okay. How was your school? Fine. They're not in a mood to talk. Okay. بعد آخر شب یا فرزند نشستم دارم با کامپیوترم کار میکنم، یا شریکم به من زنگ زده، بچه میاد میگه بابا I don't have time for you now. یا آخر شب حالا دیگه وقتشه بری بخوابی، حالا بچه تازه میخواد حرف بزنه، تازه میخواد ونت کنه، تازه میخواد مسائلی که واسش پیش اومده رو اون وقتی که راحته با من حرف بزنه. با من ممکنه که I'm too stressed، انقدر کار دارم بابا، حالا وقتشو ندارم بابا، حالا حوصله‌شو ندارم بابا، یه موقع دیگه. No. As a parents, the biggest thing, one of the most important vehicles that we have to use is to be a good listener. A very, very, very good listener. ما همیشه باید براشون available باشیم. هر وقت به همون تلفن کردن، من در هر جلسه‌ای که هستم اگه بچه‌ها بهم زنگ زدن اپیکاپ بفرم. فوقش میگم if it's not an emergency I'm in a meeting بابا can I call you back. بچه‌های من میدونن که هر وقت زنگ بزنن I'm available for them. حالا اگر emergency نباشه بهشون زنگ میزنم، ولی اینکه ignore کنم no such a thing. و بهشون فرصت بدم که صحبتشون رو بکنن، حرفشون رو بزنن، بگذارم تا آخر حرفشون رو بزنن و بعد میون حرف زدن قضاوتشون نکنم. دوباره یاد بگیرم، یادم بیاد کاراکتریستیکای خدا رو. خدا نمیاد وسط کار یه دفعه من دارم با خدا یه چخ شدی دارید با خدا دعا میکنه یه دفعه یه رعد برق میاد دیگه don't talk to me. No. شما برید بشینید جلوی تورا بشینید صحبت بکنید. You can open your heart all night and all day and he'll listen to you. خدا بزرگترین لیسنره انرژی که تو دنیا وجود داره. وقتی که بچه ها بدونن پدر و مادره گوش میکنه به حرفاشون، درکشون میکنه، you're there for them, you let them talk. میدونی چرا خیلی ها کانستنتلی میرن تراپی و بچه ها رو میذارن توی تراپی و بچه ها عادت میکنن به تراپی؟ به خاطر که تراپیسته به قول این فیلم های کمدی وودی آلن they sit on a chair and they just listen. They simply listen. They listen. و طرف خیال میکنه که oh, what a great therapist. این به من گوش میکنه، بابای من اصلا حوصله حرفای منو نداره. وای به وقتی که میگم بابا حوصله این حرفا رو ندارم، تحمل این کارتو ندارم. I'm not willing to listen, I'm not willing to understand you. So این دوتا اصل خیلی 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 most important. یکی که اجازه بدیم صحبت بکنن، درکشون کنیم، بذارین حرفشون رو بزنن،
کاتدانشون نکنیم، حرفشون رو قطع نکنیم، فرصت بزنیم براشون. It's the most important. بچه ها they are the most precious blessing in our life. اصولا اگر parents هستین you already are blessed. The biggest blessing, the only blessing. There is no other blessing. خونه و بیزینس و کار و مقام و هیچ اینا بیزینس اینا blessing نیست. The only blessing is children. The only thing that considers blessing is children. یعنی درست وقتی که مثل خود خدا یک creationی به وجود آوردید. وقتی که خدا بشر رو به وجود آوردید. That was the ultimate work of Hashem. ما وقتی که بچه به وجود میاریم درست میشیم مثل خود خدا. This is the only blessing. نه پول بلسینگه، نه شهرت بلسینگه، نه مقام بلسینگه. بچه is the blessing. و وقتی که یاد بگیرم از این بلسینگ هام properly taker کنم، مثل خدا compassion داشته باشم، understanding داشته باشم، provider باشم براشون به هر اندازه‌ای که میتونم. من قرار نیست بچه من هر چی بخواد بهش بدم. شما بشینید به خدا بگید خدایا من دیدم فلانی رویز رویز داشت دیشب، منم میخوام بشینم تا صبح هم گریه کنم در درگاهش. There is no way که فردا صبح برای من رویز رویز دلیور کنه. برای من یه موقعیت میذاره که من بتونم این رویز رویز رو earnش کنم. فیلینگشون رو دینای نکنید. این که چیزی نیست، این که زخمی نیست. من جای تو بودم چهار دست و پامو شکوندم. رای بچه میاد میگه دستم زخم شد. این که چیزی نیست، من جای ما تو جنگ میرفتیم. Don't deny their feeling. Don't cut down their feeling. اون چیزی که برای بچه ها مهمه به هر چیزی باشه، حتی ممکنه برای ما مسخره باشه، we have to respect their feeling. دینای نکنین فیلینگشون رو، undermine نکنین فیلینگشون رو. همیشه encourage کنیم توی talentی که دارن، نه اینکه demand داشته باشیم ازشون اون چیزی که talentشون ندارن. بابا من دکتر بودم، تو هم باید دکتر باشی. یا من میخواستم برم دانشگاه هاروارد نتونستم، تو باید بری دانشگاه هاروارد. بابا این بچه اصلا نمیخواد بره دانشگاه. This is your life. He has his own life. من این کارو نکردم، حالا دلم میخواد تو این کارو بکنی. یا من اینجوری بودم، حالا تو هم باید اینجوری باشی. انکوریج کنیم اون تالنتی که درشون هست. همه بچه‌ها یک تالنت به خصوصی رو دارن. یکی ممکنه توی بیولوژی خوب باشه، یکی ممکنه توی لا خوب باشه، یکی ممکنه توی بیزنس خوب باشه، یکی ممکنه آرتیست خوب باشه، یکی ممکنه نقاش خوب باشه، یکی ممکنه پالیتیشن خوب باشه. همه یه تالنتی رو دارن که این برای خودشون بسیار بسیار مخصوص و خوبه. As a parents, I have to see what is the talent of my kids و همون رو انکوریج کنم، همون رو روش بدم. من نمیتونم توقع داشته باشم درخت سیب به من گلابی بده، چون من سیب دوست ندارم، گلابی دوست دارم. درخت سیب به من سیب میده. کار من اینه که درست به این درخته برسم که این درخته بهترین سیب و بیشترین سیب رو من بده. بچه ها رو بلیم نکنیم. بلیمینگ is the worst crime they can do to به بچه ها. این کارو نکردی، این تو رو نشد، من از تو توقع نداشتم. No such a thing. بلیمشون نکن، اکیوزشون نکن، دیستروی میشن. تو اصلا هیچ وقت این کارو خوب انجام ندادی، تو قدرت این کارو نداری، تو ظرفیت این کارو نداری. اکیوزشون نکنی. ما هر چی بگیم بچه ها همون میشن. اگه بگیم تو این قدرت برداشتن این کتاب رو نداری، این بچه دیگه نمیتونه این کتاب رو برداره. اگه بگیم تو بچه خوبی نیستی، این بچه دیگه خوب نیست. اگه بهش بگم تو بچه حساسی هستی، این بچه دیگه حساس میمونه. اگه بگم تو بچه عاقلی هستی، این بچه عاقل میشه. اگه بگم تو تصمیم درست میگیری، اون تصمیم درست میگیره.
اگه بگم نه تو تصمیم غلط میگیری، تصمیم غلط میگیره. هر چی بهشون بگیم همون میشن، همون میشن. نترسونیمشون. اگه رفتی امشب پلیس میگیرتت، مشروب خوردی تو زندان میفتی، یا شب میره پلیس میگیرتش میفته تو زندان. تون نریا، خطرناکه. مگه بچه ها خیال میکنیم شروع ندارن نمیدونن که تون برن تو درد سر میافتن؟ من قراره فقط اینفورمیشن دادم بهشون. پسر من وقتی که درایو میکرد میرفت سانا باربارا، من یک کلمه بهش گفتم، تو این جاده سانا باربارا پلیس خیلی زیاد. That's all. That's all. نگفتم تون نرو، نگفتم مواظب خودت باش، نگفتم پلیس میگیره حال جریمه میشی چه کار میکنی. و بعد یه بارم پلیس گرفتش. یه بار تو 101 روز که بعد میرفت دیر بلند شد، شب قبلش پارتی کرده بود، تو راه پلیس گرفتش. دی کال می کال می بابا آی جست گات ا تیکت. It's all right, you learn your lesson. Let it go. It's over now. دیگه هیچ وقت این بچه تیکت نگرفته. Never ever. هیچ وقت نگران نبودم که درانک درایوینگ بکنه. نه اینکه حالا میری مست میشی خطرناکی، وای. کانسیکوینس رو به عنوان یک انفورمیشن رو بهش میدم. بهش گفتم، به بچه ها میگم اگه خدای نکرده توی موقع دیو آی بگیری، هیچ مدرکی با ارزش نداره توی این مملکت. یلوزه. انفورمیشن. نه اینکه به ترسونمش، نه اینکه میری میگیری یا تون میری میگیری یا امشب تیکت میگیری یا تیکت میگیره. تو خیلی شیطونی یا شیطون میشه. یاقی هستی، یاقی میشه. حرف گوش کن نیستی، حرف گوش کن نیستی. یعنی هفته گوشی. نه، تو مسئولی، تو عاقلی، تو تصمیم درست میگیری، تو خودت میدونی چی واسط خوبه و احتیاج نداری من بهت بگم چه کار کن. و کوچیک فریز های کوچیک، نه اینکه قصه بگم واسه شون، نه اینکه پریچ کنم بچه ها رو. Not too extensive. Less is more. با بچه ها less is more. Less is more. کامپیر نکنید بچه ها رو. ببین پسر خالت رفت هاروارد، ببین فلانی رفت تو UCLA، ببین این دوست دین شد. Don't do that. دیستروی میشن بچه ها. سارکستیک نباشیم، به هیچ وجه سارکستیک نباشیم. مثل پیغمبرا به بچه ها حرف نزنیم. ریالیستیکی، اون چیزی که ریالیستیک هست بهشون بگیم. نمیتونیم بچه ها رو توقع داشته باشیم که احساس خوبی دارن وقتی که حالشون رو میگیریم، وقتی که ناراحتشون میکنیم. We cannot expect them to feel good if we make them feel bad. به خاطر همینه که no punishment, absolutely punishment هیچ وقت کار نمیکنه. اگه یه بچه های کوچیکم انقدر شیطونن یا انقدر ایشو دارن که بعضی از پدر مادرها میگن oh, we only give them a time out. In Kabbalah there is no such a thing as even a time out. هیچ پانیشمنتی، هیچ نگاتیو پانیشمنتی خوب نیست. انکوریجشون بکنیم به کار مثبت انجام دادن، تشویقشون بکنیم به کار مثبت انجام دادن. جایزه چی میگه؟ What is the reward? مرسی. Encouragement. Reward. Encouragement. تشویقشون کنیم. من میدونم تو امشب میری فلان مهمونی، you're gonna be the best. You're gonna shine. من میدونم تو میری امتحانت، you're gonna kill. You're gonna be so good. You're gonna have all the confidence. You'll make the right choice. You'll do better than you can ever do for yourself. نه اینکه کامپیرش کنم به دیگران، نه اینکه تو از همه بهتری. You'll be the best of you can be.
You're special. You're a special gift. یه چیز دیگری که توی کبالا خیلی تشویق میشیم اینه که از بچه ها عذرخواهی کنیم وقتی که اشتباه میکردیم. Very important. Very important. عذرخواهی کنیم. من میدونم پدر مادرهای قدیم اصلا اهل عذرخواهی نبودن. من برو دست باباتم بوس کن. Right? I heard that a lot. Now, if I make a mistake, you go tell him. Go tell them. They understand that it's okay to make mistake. We make mistake all the time. قراره که ما اشتباه کنیم هر روز. امکان نداره که من بدون اشتباه زندگی بکنم. این سیستم نمیذاره که من نیفتم. این سیستم نمیذاره که من کروم باشه. All the way going up. It's a wave. Every day there is a challenge that I fall. ولی بعد به بچه بگم you know what I fall but I make a mistake I get up عذرخواهی میکنم I'm making it up. من بعض وقتا که نگاه میکردم یه اخلاقی که متاسفانه در کالچر ایران و مخصوصا جویشا هست گیلت right ما با گیلت میخوایم بچه ها رو کنترل کنیم من اینقدر این مسئله من رو رنج میداد وقتی که بچه بود وقتی که بزرگ شدم به خاطر اینکه همش به خاطر گیلت ساکریفایس کرده بودم هر چیزی رو و این گیلت دیگه منو میکش به خودم عهد بستم که بچه هام اصلا گیلت ندم گفتم it's not what I'm going to do with my children بعد یادم پسرم 13-14 سالش بود دیدم یه روز داشتم کانوینسش میکردم یه کار کنه گفت بابا why are you giving me guilty feeling گفتم I'm giving you guilty feeling گفت yeah بابا you're giving me guilty feeling گفتم thank you for telling me I'm so sorry I apologize I wasn't aware that I was giving you guilty feeling یاد میگیرن بچه ها که اشتباه هست چالش هست شکست هست ولی we can come back we can always come back